زن، یک زن، خب یک زن همیشه مرد نیاز به زن داره، همیشه یک بچه نیاز به مادر داره. الان ما فرزندایی داریم که اصلا باباشون بالا سرشون نیست، چیرشون هم نیست، میگن کس ننه بابام. چی داری میگی؟ مردا اینقدر بیارزشن، مردا اینقدر بیارزش و کثیفن. ما الان سینگل مام هایی داریم، یعنی مادرهایی داریم که شوهر ندارن، فرزندانی داریم که با مادرشون زندگی کنن، خوش و خوشحال، اصلا کس و کیرشون هم نیست که بابا ندارن. چرا؟ چون بابا چیه؟ بابا یک انگله، بابا یک کسکش هوسباسه که به خاطر یک کیر. پدر چیه؟ یک زن، یک مادر به خاطر بچهش قید کل دنیا را میزنه، کیر نمیخواد، پول نمیخواد، هیچی نمیخواد، میشینه از بچهاش مراقبت میکنه. ولی یک مرد کسکشه، به خاطر کیرش، به خاطر هوسش کل دنیا رو خراب میکنه. حواستون رو جمع کن، حرف راست رو میگن از یک کونی بشنو. فهمیدی؟ یک مادر مقام زن چرا گفت تو بهشته؟ چرا حضرت محمد اللهم صل علی محمد بالا خانم کوشش صلواتو بفرست. چرا رسول اکرم گفت که جایگاه زن در بهشته؟ چرا؟ چون یک زن مادر میشه، چون یک زن بچه رو به دنیا میاره، چون یک زن درد زایمان رو میکشه. مرد چی؟ مرد کسکش فقط میزنه توش، هم لذتش رو میبره، بعد نه ماه پدر میشه میگه مبارکه. چه سنا چهرهش باز میکنه که اینا پدر شده، کیرم ده کون پدره حرامزاده. چی؟ مردا چی؟ مردا فکری برای چی ازدواج میکنن؟ که یه پرده بزن. خب مردا ازدواج میکنن که چی؟ آبشون رو بریزن بچه دار بشن. اون زنه که نه ما باید بچه رو نگه داره توی شکمش، اون زنه که باید درد بکشه، اون زنه که باید بچه رو طبیعی به دنیا بیاره. بعد نه ما چی شد؟ مرده لاشخور پدر شدم. ای کیرم دو کسه ننه پدر شدی، ماشه کسه خر کسه زبان باز گو خوری پدر. ای کیرم دو کسه ننه پدر شدی، ماشکوس خرکوس زبان باز گو خودی پدر شدی حرامزاده. پدر شدم گو خودی پدر شدی و افجد آبادت گو خودی که پدر شدی فایشه ماشکوس خرکوس ماشخر پدر شد گو خودی که پدر شدی. میخواست مزار سال نشد. بعد میشینن گل شیرینی بیشی و حرام زاده چی کردی؟ بچه یکی دیگه زاییده، تو چی؟ تو گاییدی یکی دیگه زاییده، تو چی خوش هستی؟ سرش بالا که پدر شده بیشی خار کسته ماشکست، تو چی گاییده گاییدی؟ و من مک زاییدو، من تبریکی بگو، من تبریکی بگو، من زاییدو، من رو تبریکی بگو که من زاییدم. من رو تبریکی بگو که من زاییدم. باز این مردای ایرانی و افغانی انقدر اعتماد به نفسشون بالاست، اگه اعتماد به نفس مردای ایرانی و افغانی رو فرغون داشت دو تا بال در می آورد پرواز می کرد. اگه فرغون اعتماد به نفس مردای ایرانی و افغانی رو داشت الان تو آسمون پرواز می کرد، دو تا مسافر هم زده بود. این کسکشا نمیدونم خودشون چی هستن، بعد و پسرم میخوان. خب خارکسته تو چی گوی خوردی که باز پسرت بخوره؟
این مردای ایرانی اینقدر اعتماد به نفس بالا بگن ما زن میخوایم بچه‌مون پسر باشه، شما خیلی گوه خوردی با ننت، برو ننتو بگو تا بچه بزاد برات حرامزاده. اینقدر مردای ایرانی و افغانی نجسن که اینقدر اعتماد به نفسشون بالاست میگن زن گرفتیم باید پسر به دنیا بیاره، شما خیلی گوه خوردی، شما بیا عن منو بخور، شیرخایه منو بخور. که خوب اگر یک زنی بچهش دختر میشه به خاطر خب مادر جنده، به خاطر اون آب کیر لاشیته که پروکونهای پسر رو تولید نمی کنه. من مامایی خوندم این مردا ایرانی دست من بیافته که تو چهرشان کنم حراب داده آره. که بفهم زن چی معنا داره، چی دلشان خوب، باز مادر شوهرها رو ببین چی دلشان خوشش میرم عروس بیارم، برم عروس بیارم که برای نوه بچه بیاره. تو گو خوردی؟ تو گو خوردی که میری عروس بیاری؟ تو برای گسفنده بیار بچه بزایه برای ایرانی ها و افغانی ها فقط زن ها گایدن زاییدن گایدن زاییدن. او حرام زاده ها چی میگه شما؟ این مادر شوهرها ما برم دیگه چادری رو سر میکنن ما برم عروس بیارم. تو گو میخوری عروس بیاری؟ تو گو خودی؟ تو چی هستی که عروس بیاری؟ برو یک گوسفند بیار. اگه بچه زایی میخوایی برو یک مرغ بیار که دای تخبانه بچه بزایی. این فقط اینا دیگه، این مدل ایست، این مردم خاورمیانه فقط زن رو به خاطر گاییدن زاییدن گاییدن زاییدن. او حرامزاده، مقام زن در آمریکا و کانادا و اروپا زن رو میپرستن به عنوان یه موجود بهشتی. اینا افغانی ها ایرانی ها عربا زن بگیر بگاین بزاین بگاین بزاین بزاین. مقام زن در اروپا و کانادا مقام بهشتی داره، احترام میذارن. در کشورهای افغانستان ایران و عراق اینا زن ها بگیریم بگاین بزاین بگاین بزاین زن بگیرین بگاین بزاین 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 بزاین. چی خبر هست؟ خبر یک مرغ بیارین بگاین بزاین. اینا فقط هم زاییدن گاییدن زاییدن گاییدن. زن بگیرن بگاین بزاین بگاین بزاین. باز زن هم تگرفتن کمتر بگاین کمتر بزاین با کیفیت بزاین. زن هم تگرفتن کمتر بگاین کمتر بزاین با کیفیت بزاین، نه که مثل خر واری مثل خرگوش واری افش را میزاین. کمتر بزاین با کیفیت بزاین، یکی بزاین خوب پرورشش بدین خوب تربیتش کن. ای که بگم نسل مرد از همین دنیا دو شیر شوه یا امام رضا. زیبا جادار مطمئن بله من دو دقیقه دنس کنم باز میرم که برای عارفی شو آماده شوم. خب دوستای عزیز اینو ما چکس من سر گپ باز کردم نفهمیدم ساعت چند شد. اینو ساعت 12 شد من باید برای عارفی شو آماده شوم. ببینید دوستای عزیز من دو دقیقه دنس میکنم باز میرم چیز دیگه میرم عارفی شو آماده میشم. هر کسی هنر داره تو لایو بعدی 20 دقیقه دیگه ساعت 12 شب عارفی شو داریم. ساری 20 دقیقه دیگه ساعت 12 شب عارفی شو داریم. هر کسی هر هنری داره میتونه بیاد بالا به ما نشون بده. نفر اول 300,000 تومان، نفر دوم 100,000 تومان و نفر سوم 50,000 تومان جایزه داره. این من فایشه سر گفت گرفتم دیگه.